بینده گرامی، همیش خبرهای از هفت کشور خود گفتیم. چه خوب است که امروز صحبت از کانادا داشته باشیم. البته این صحبت جنبه اصلاحی داره و امیدوار هستم مخاطبین این صحبت از ما نرنجن، تهمت و بهتان نبندن و نگویند که نصیر خالد بر ضد ماست. این صحبت اگه میکنیم به این امید است که اگر اشتباهی صورت گرفته که گرفته، جلو اشتباه در آینده گرفته شود. خب در این آخر قسمه که شما نیز گزارشات کشور تعقیب نموده اید، صدای اعتراض بر علیه دولت مستبد از هر گوشه و کنار بلند است و از مدت ها به این سو بیشتر انتقادات متوجه عنیف اتمر، مشاور امنیت ملی اشرف غنی است که متهم به جابجایی داعش در افغانستان بوده و همچنان از وی به عنوان شخصی که بیشتر تضادهای قومی، منطقوی و زبانی را دامن میزند یاد شده است و همچنین از وی به صفت یک افسر کمونیست و یک خودیست یاد می شود که همیش در فکر انتقام از مخالفین خود است، بسن از دست کسایی که شکست خوردن. آنانی که از دولت ناراضیان از اولتر تقاضای برکناری عنیف اتمر را از اشرف غنی کردن، ولی در مقابل غنی حاضر است پشت به تمام خواستهای برحق مردم افغانستان نماید ولی اتمر را حمایت کند. کمین شیوه باعث شده است تعداد زیادی از کارمندان دولت و متحدین قبلی غنی از جمله جنرال دوستم از دولت فاصله بگیرند، که این فاصله گیری ها روز تا روز دولت را از مردم دور ساخته و باعث به اعتمادی گردیده است. اشرف غنی حتی در برابر اعتراضات مردم گفته است اگر می خواهید سیاست بیاموزید، بروید لغمان، جای کنیف اتمر به تعلق داره. این حرفش این معنی را نیز می رساند که من از تمام کارمندان دولت و مردم تیر استم و حاضر استم تمام امورات دولتی، نظامی و سیاسی را من با اتمر یک جا با پیش بریم. قبول ندارید؟ داغز و دامیدان. چون این سیاست اشتباه آمیز کشور را بیشتر به سوی بحران کشانیده و فضای بی‌اعتمادی ملی را بیشتر ساخته است. در این حال غنی و اتمر هر دو متهم به آنند که تفرقه‌های قومی و زبانی را بیشتر دامن میزنند و سعی دارند آنانی که با ایشان در این رشته نزدیکی ندارند از صحنه بردارند. اما جان سخن، این شیوه نادرست و غیرملی که ایجاد شگاف میان اقوام افغانستان است با کمال تأسف با کانادا نیست در چندین ماه اخیر سرایت نموده و سر از سفارت افغانستان در اتاوا پایتخت کانادا بلند نمود. گفته می شود شخص قبل از آمدن سفیر جدید وارد سفارت افغانستان در اتاوا می شود و با اصطلاح ساده سفارت را تسخیر می کند. این شخص بالاخره کارمند محلی در سفارت تعیین می شود. این آقا از ابتدای کارش در سفارت افغانستان جز توهین و تعقیل کارمندان بخصوص دیپلماتان کار دیگری نداشت و خود را که کارمند محلی بود بالاتر از همه کارمندان سفارت میدانست و امر و نهی میکرد، یعنی سفیر موازی با سفیر رسمی. در این حال با کسانی که با وی همفکری قومی و زبانی نداشتن برخورد بسیار خشنی داشت. به اصطلاح عام خودش خرد ثابت ولی عهد جنرالی میکرد. هر قدری که کارمندان سفارت بخصوص دیپلماتان از این شخص به سفیر شکایت نمودن سودی نبخشید، چون شخص اول از وی حمایت میکرد و تا حاضر بود که تمام کارمندان سفارت را ترک کند و وی در همکاری با کارمند محلی تمام امورات را به پیش ببرند. بالاخره استبداد اداری، تفاوت‌های قومی و سلیقوی،
کارمند مالی که یقینا شخص اول نیست با وی ام نظر بوده است، حوصله دیپلماتان را به سر رسانید و دست جمعی سفارت را ترک نموده و نامه شکایت آمیز به مقام وزارت خارجه نوشته، البته وزارت خارجه کشور، و در آن با ذکر مشکلات خواهان برکناری کارمند محلی شدند تا بالاخره و به اثر فشارهای وزارت خارجه شخص اول سفارت مجبور شد تا کارمند محلی را که گفته میشه از جمله خویشاوندانشان میباشد از وظیفه سبکدوش نماید، ولی دیپلماتان که اعتماد خود را از دست داده بودند با وظیفه باز نگشتند و این بار سفیر نامه با وزارت خارجه نوشت و از دست دیپلماتان شکایت نمود که با وظیفه حاضر نمیشوند. البته سوال اصلی اینجاست، مشکلات از بعد آمدن خانم کروخیل در سفارت بود، تفاوتای قومی بود و ما ایراد یک بار از طریق تلویزیون هم یاد کردیم، اگر شکایت نمی بود آیا باز هم خانم کروخیل یا آقای کارمند محلی است که وظیفه برکنار می کردن؟ مشخص است که نه. خلاصه مشکلاتی که تاکنون در میان افغانان بخصوص کارمندان سیاسی وجود نداشت به میان آمد. ساده تر این که تضادهای قومی و زبانی بالاخره از سفارت افغانستان سر بالا خورد که امیدوارم این مرض سرطانی ساری از چارچوب سفارت به بیرون و در میان افغانان ساکن در کانادا سرایت نکند. دامن زدن به تضادهای قومی، منطقی و زبانی حمله غیر ملی و خلاف منافع ملی ما می باشد و تمنا داریم و آرزوی ما این است که این مرض در نطفه خونسا شود و عاملین آن درک کند که امون سنه که در افغانستان هیچ قومی نسبت به قوم دیگری برتری ندارد، هیچ زبانی به زبان دیگری امتیاز ندارد. در کانادا و بخصوص در تورنتو نیز چنین است و ما همه شهروندان با هم مساوی کشور خود هستیم و کسانی که ادعای برتری طلبی دارند و از اکثریت و اقلیت میگن نزد ما اصلا هموطن نیستند بلکه دشمنان واقعی مردم کشور ما میباشند. بیایید اقلیت و اکثریت را در فهم و دانش و درایت خود تجربه کنیم تا مسیر خدمت و وطن و مردم خود شویم. بیایید در حوض ساده و واضح بگویم بیندای گرامی، در حوض پشتون والی و یا فارسی والی و یا ازبک والی، بین انسانیت والی را ما تجربه کنیم و به دیگر خود از دیدگاه یک انسان بنگریم تا بر سابق قوم و قبیله و زبان. یادآوری این مسئله سر به خاطر بود که در تورنتو با فضل خداوند همه هموطنان در یک فضای صلح و اعتماد به همدیگر زندگی دارند. با وجود که اختلافات سلیقه‌ای موجود است و ما مشکلات خود داریم و نمیخواهیم سیاست های سراسر غلط و ضد ملی که در هر ریاست جمهوری و توسط غنی و تیمش جریان داره میان افغانان در کانادا نیز سرایت کنه. یادآور میشم که تمام اسنادی که سفارت به از طریق سفارت کانادا به افغانستان فرستاده شده در آرشیف تلویزیون موجود است و روی نزاکت ها نخواستیم آن را به دست نشر بسپاریم و اگر ضرورت بود حتما نشر خواهیم کرد. خب بیندای گرامی، چه زیباست که این بخش به سخنان از رئیس جمهور تاجیکستان در روز معرفی پسرش من حیث شهردار شهر دوشنبه خاتمه بخشیم. آموزنده و جالب است. شاد باشین. قدر سرطلب باش، سپاریشاتن نظارت کن، تو جوان هستی، بین یا جوان هستی، من سینی سال شما نکنم باید دریکتی سوخاز تایین کشتا تو گوشه نیستی، تو را یکان کس فشار آورده نمیتواند، تو در یکان کس نمیگه این مصاب گریتا این شدتی این شدتی، من برایم تایین کردم، اگر کسی بیار میشه در این مردم ها نرخ نوار از آن کن، تامینات نقص کن سطحی بالا، نقلات بایره و
برخش باشه؟ در معاشرت معامله هیچگاه با دغلی راه نتی زبانی پاکیزه داشته باشه. عبیده در خانه صاحبکار نکن، ریستران نرو، در خانه یک اشتراکچی، یک کمپیر، یک بیوزن برو. همون از همه بهترین چیزی که همون صندوق قشته باشن در زم نیران در پیشن میمونن، افتخار میکنن که رئیس شهر خانه من در آمده. موفقیت. تشکر جناب. برای کنم.